این هواپیما هم تو که تو این گزارش از زبان خود رسانه‌های حکومت و مسئولین می‌بینیم، این هواپیما هواپیمای 25 ساله‌ای که باید 5 سال پیش از دور خارج می‌شده، یه هواپیمای فرانسوی خوبه، هواپیمای ATR، هواپیمای خوبی هستند برای مسیرهای کوتاه، ملخی هستند، پروانه دارند، ولی هواپیما خوبی هستند. ولی چون مسیر دنا پرواز رو کوهستانه، باید کاملا سالم باشند. حالا تو این گزارش می‌بینیم که اولا این هواپیما کهنه بوده، بارها دچار نقص فنی شده بوده. 5 سال پیش یا به گفته رسانه‌های حکومتی 4 سال پیش، در سال 92 همین هواپیما با همین خلبان داشته به کوه می‌خورده، یک موتورش از کار افتاده بوده، تونسته نجات بده اینو بشونه. گزارشو می‌بینیم تو همین 24 روز قبل از این حادثه اخیر هم دوباره به خاطر نقص فنی تو همین مسیر یاسوج برمیگرده تهران. موتور این هواپیما رو به جای اینکه مثل آدم، مثل همه کمپانی های دیگه ای که هواپیما رو در کشورهای دیگه میخرن بفرستن به کمپانی ATR فرانسوی ایتالیایی تعمیر کنن، خودشون در ایران تعمیر میکنن که میدونید که امکانات نیست. این ست بعد از زمان خودشون میشنن که در به اصطلاح در فرودگاه، اینش مهمه، در فرودگاه هیچ سیستم الکترونیکی وجود نداشته، سیستم رادار وجود نداشته، کار نمیکرده، به علت که موتور برقشون کار نمیکرده. آخه شما تصور بکنید هواپیما تا نزدیک یاسوج رفته نمیتونسته بشینه، هواپیما رفته تا نزدیک یاسوج، رادار نبوده. این از زبان خودشون ببینیم. بعد هواپیما وقتی صعود میکنه بعد سیستمی درش هست، جعبه‌ای هست که سیگنال میفرسته به ماهواره‌ها که زود پیدا کنن اگه کسی زنده مونده برن نجات بدن. دو تا جعبه بعد در این هواپیما طبق قوانین بین‌المللی میبوده، هیچ کدومش عمل نکرده که به گفته خود همین گزارشگر تلویزیون، یا باتری نداشته، خاطر خنده‌دار نیست، یا آبونمانی که بعد میدادن، ما نمیدونم 100 دلار چقدر میدادن به اون کمپانی های ساتلیت بین المللی، سیستم هوایی بین المللی به اون ندادن. آخه شما ببینید، حالا موقعی ما به این جنایت میبینیم، میبینیم تو اینم که خامنه ای میگه آقا این پولا رو برای چی ما خرج بکنیم، ناوگان هواییمون رو نو کنیم، اولویته. خب 100 خورده میلیارد دلار اینا پول گرفتن تو این 2 ساله بعد از سازش هسته ای، خرج چی کردن؟ خب خرج سوریه کردن که همین الان صحبت چی میکردیم، خرج چی کردن؟ سیستم سرکوبشون در داخل. این آن روی سکه، این جنایت هولناک در یاسوج آن روی سکش اینه. بنابراین حالا اون روی سکش رو هفته های بعد میبینیم. در این گزارش از زبان خودشون ببینیم چه فاجعه اینا، اصلا جان مردم اینا برشون ارزش قائل نداره. یعنی همین سقوط این هواپیما ماهیت این حکومت رو به خوبی نشون میده. میکنیم هم گردم فرض کنید ناوگان هوایی ما نوسازی بشه، خب خیلی کار مهم لازمی است، اما اولویت هشت صبح فرودگاه مهرآباد تهران. هواپیما بعد از 2 ساعت تأخیر بالاخره بلند می شود. 560 کیلومتر تا یاسوج، 55 دقیقه از مسیر را می‌گذراند تا به اینجا می‌رسد. رشته کوه دنا. تصاویر از فاصله بسیار کم هواپیماهای عبوری با قله‌های دنا حکایت دارد. و ناگهان هواپیمای تهران یاسوج به مقصد نرسیده در این نقطه از رادار محو می‌شود. پایانی نامعلوم. هواپیما 66 مسافر داشت که 1 نفرشان از پرواز جا ماند، اما بین آنها که رفتند سید ایلیا هم هست، کوچکترین سرنشین، و البته 63 عزیز 63 خانواده دیگر که احتمال می رود همگی جان باخته باشند. بار دیگر یک هواپیمای مسافربری در کشورمان دچار سانحه شد و عده‌ای از هموطنان جان خودشان را از دست دادند. هواپیمایی که سقوط کرد 25 سال سن داشت و قاعدتاً باید 5 سال پیش از دور خارج می‌شد. و این که سن این هواپیما چه مقداره؟ چقدر بوده؟ مدل هواپیما ATR 72 بوده که سال ساختش اواخر سال 1993 هستش. همین هواپیما قبلاً چند بار دچار نقص فنی شده بود و
کمتر از یک ماه پیش به دلیل نقص فنی مجبور شده بود سفر خود به یاسوج را نیمه کاره تمام کند. هواپیمای شرکت هواپیمایی آسمان پس از بلند شدن از فرودگاه مهرآباد به مقصد یاسوج در میانه راه با نقص فنی مواجه شد و به تهران بازگشت. این خبری بود که پنجم بهمن ماه منتشر شد، اما هیچ کس فکر نمی کرد این هواپیما 24 روز بعد سقوط کند. 5 سال پیش در سال 92 نیز همین هواپیما در حالی که توسط حجت الله فولاد یعنی خلبان پرواز آخر هدایت می شد در مسیر تهران یاسوج موتور سمت راستش از کار افتاد، اما خلبان توانست آن را به سلامت بر زمین بنشاند. کاپیتان فولادی، خلبان پرواز تهران یاسوج، پیش از این یک بار با مهارت کامل جان مسافران پروازی دیگر را نجات داده بود. 4 سال پیش این مصاحبه را همان موقع گرفتند. ارتفاع کمتر از 1000 پا از زمین گرفتیم، موتور سمت راست اون شماره 2مون از کار افتاد و بعد پروسیجری که داشتیم، آموزشی که تو سیمولاتورها و تو آموزش آسمان ما دیده بودیم، اومدیم نشستیم. 16000 ساعت پرواز دارم. ای کاش می شد امروز هم با کاپیتان فولادی مصاحبه می کردیم. جمهوری اسلامی برای صرف جوی مالی به جای آن که طبق معمول دنیا هواپیماهای ATR را برای تعمیر و چک سلامتی نزد سازنده آن در فرانسه بفرستد، آنها را در ایران تعمیر می کند. موفقیت متخصصان شیرازی صنعت هوانوردی در تعمیر و راه اندازی مجدد هواپیمای مسافربری ATR-72 برای نخستین بار در خاورمیانه. هواپیمای ATR به علت تحریم‌ها و ارائه نکردن خدمات فنی و قطعات مورد نیاز از سوی کشور سازنده زمینگیر شده بود. 6000 ساعت نفر ساعت کار کرد و این هواپیما بود که الحمدلله با کمال موفقیت هواپیما به زمین نشست. صرف جوی ارزی و راه اندازی در کوتاه ترین زمان از ویژگی های انجام این تعمیرات است. حقیقتا منظر فرده، حداقلش توی منطقه خاورمیانه که ما توی این ردیف چک ها رو نداریم. هیچ شرکتی هواپیمایی که اینا اکثرا میفرستن همون کمپانی سازنده. با نگاهی به فاجعه هوای اخیر و دیگر سوانه هوای متعددی که در سالهای اخیر در کشورمان به وقوع پیوسته، میتوان به بیتوجهی کامل رژیم ایران به جان و زندگی هموطنان پی برد. ناوگان هوای مسافری ایران بسیار فرسوده و نظر ایمنی خطرناک است. در 4 دهه گذشته به دلیل سیاست خارجی رادیکال جمهوری اسلامی، حمایت از تروریسم و خصومت آشکار با آمریکا، فروش هواپیماهای آمریکایی به کشورمان تحت تحریم قرار داشته است. آمریکا میگوید که این هواپیماها دارای تجهیزات الکترونیکی و رادار بسیار پیشرفته هستند و میتوانند برای جمهوری اسلامی کاربرد نظامی و استفاده در تروریسم داشته باشند. هواپیماهای اروپایی مثل ایرباس نیز در صورتی که بیش از 10% تجهیزاتشان ساخت آمریکا باشد، برای فروش به ایران باید از خزانه داری آمریکا اجازه مخصوص بگیرند. پس از سازش هسته‌ای و اجرایی شدن آن در ژانویه 2016، جمهوری اسلامی به منابع مالی جدید دست یافت و تحریم فروش هواپیما به ایران نیز لغو شد. علی خامنه‌ای در آن ایام در دیدار با هیئت دولت و مسئولین نظام، استفاده دولت از پولهای آزاد شده جمهوری اسلامی برای خرید هواپیماهای جدید را اولویت نظام ندانسته و با آن مخالفت ضمنی کرده بود. گاهی یک کاری خیلی مهمه، خیلی لازمه، اما اولویت نیست، یعنی از اون کار لازمتری وجود داره. حالا فرض کنیم که پولهای ما آزاد شد، که البته آزاد نشده، معلوم هم نیست که آزاد خواهد شد، حالا خواهم رسید، اما حالا آزاد شد پولهای ما در بانک‌های بیگانه، صرف چی بناس بکنید؟ فرض کنید ناوگان هوایی ما نوسازی بشه، خب خیلی کار مهم لازمی است، اما اولویت، آیا این اولویت کشور؟ با این حال دولت روحانی با استفاده از فایننس خارجی چند قرارداد برای خرید هواپیما با بوئینگ، ایرباس و همچنین ATR امضا کرد. در 2 سال گذشته 3 هواپیمای ایرباس و چند فروند هواپیمای ATR تحویل ایران شدند. اما در اجرای این قراردادها و تحویل این هواپیماها موانع جدیدی ظاهر شدند. سایت دنیای اقتصاد در همین زمینه نوشت
شرکت هواپیماسازی ایرباس فرانسه در جدیدترین اطلاع رسانی اعلام کرده که تحویل هواپیماهای سفارش ایران با تأخیر انجام می شود. به گفته مدیر فروش این شرکت، تا زمانی که ایران پیش پرداخت های سفارش خود را تکمیل نکند، ایرباس در ساخت و تولید هواپیما برای ایران محتاطانه عمل خواهد کرد. علاوه بر این، مسئله فایننس موضوع دیگری است که این شرکت هواپیماساز در صدر است آن را با دقت ویژه‌ای پیگیری کند تا مشکلی برای طرفین قرارداد پیش نیاید. بانک‌های اروپایی به دلیل تنش‌های جدید بین ایران و آمریکا از فایننس معاملات بزرگ با جمهوری اسلامی پرهیز می‌کنند. قرارداد ایران با بوئینگ نیز آینده نامعلومی دارد. طی ماه‌های گذشته اسناد و عکس‌های جدیدی در مورد استفاده جمهوری اسلامی از هواپیماهای مسافربری به ویژه ایران ایر و ماهان ایر برای انتقال نیروهای وابسته به سپاه قدس به سوریه و همچنین ارسال اسلحه به کشورهای منطقه منتشر شدند. در نتیجه کنگره آمریکا از دولت ترامپ خواسته است تا از اجرای قرارداد بوئینگ جلوگیری کند. بی‌توجهی رژیم به فرسودگی ناوگان هواپیمای مسافری در کشور، توسعه طلبی منطقه‌ای و در نتیجه افزایش تحریم‌های بین‌المللی نشان می‌دهند که رژیم ایران هیچ ارزشی برای جان و سلامتی هموطنان قائل نیست. دیروز ساعت‌ها با بیش از 10 خلبان زبده، استاد خلبان در شرکت‌های هواپیمایی ایرانی که همه‌شون در حال پرواز هستند صحبت کردیم. جلساتی که مجموعاً واقعا به 10 ساعت میرسید. نکاتی رو برای ما روشن کردند و اسنادی رو در اختیار ما گذاشتند که در این بخش منتشر خواهیم کرد و خیلی جدی در موردشون از مسئولان توضیح خواهیم خواست. حالا چون اینا رو افکار عمومی خیلی دقیق چون متخصص نیستن نمیدونن، پرسشگری در افکار عمومی به وجود نمی آید که چرا ما فرودگاه های مهم کشورمون تجهیزات ناوبری ایمن ندارند. دیروز صحبت شد از عدم وجود رادار در فرودگاه یاسوج. بریم اسناد رو با هم ببینیم. اولین سند رو نشان بدید. این اوراقی که میبینید خانم ها آقایون بهش میگن AIP، یعنی Airport Improvement Program، یعنی برنامه توسعه پیشرفت فرودگاه. هر چند وقت یه بار منتشر میشن. اینایی که روی آنتن تلویزیون میبینید مربوط به فرودگاه یاسوجه. مال همین یکی دو ماه پیش هم هست، مال 2 سال پیش نیست. گفتند که رادار در فرودگاه یاسوج فعال بوده است و وجود داشته است. انشالله که همینطور بوده. اما مسئول محترمی که این نکته رو گفتید، آیا نباید اطلاعاتی از رادار اگر وجود دارد در این اوراق AIP وجود داشته باشه؟ یه صفحه هم نیست، ورق بزنید اوراق AIP فرودگاه یاسوج رو روی آنتن تماشا بکنید. در کدوم یک از این اوراق AIP نشانی از فعال بودن رادار در فرودگاه یاسوج هست؟ چون طبق اعلام هواپیما تا چند مایلی فرودگاه یاسوج میرسد و چون به سبب شرایط جوی نمیتواند بنشیند در فرودگاه یاسوج، اقدام به بازگشت میکند. یک اصطلاحی وجود داره در هوانوردی به نام نوتم. نوتم اطلاعیه های فرودگاه هاست خطاب به خلبان ها که بدونن در فرودگاه اگر اتفاقی هست، اگر مشکلی هست، اگر باند مثلا ایرادی داره، دستگاهی ایراد داره، به خلبان اعلام میکنن. این نوتم فرودگاه یاسوج هست. لطفاً پاراگراف سوم نوتم فرودگاه یاسوج رو ملاحظه بفرمایید. نوشته DME associated with DVOR channel 112 not operating due to power. یعنی چی؟ اول عرضم گفتم یک تجهیزات ناوبری نه پیشرفته نه عقب مونده به نام VOR DVOR DME در بعضی از فرودگاه ها وجود داره. در فرودگاه یاسوج هم بوده این تجهیزات،
اما پاراگراف سوم همین نوت هم که مال همون روزستانه هست، مال دیروز هست، میگوید که تجهیزات دی ام ای یاسوج و دی وی او آر روی کانال 112 کار نمی کند به خاطر مشکل برق، موتور برق ندارد. تنها راه خلبان برای نشستن در فرودگاه یاسوج چیست؟ استفاده از تقرب NDB و با تجهیزاتی که در تمام جهان منسوخ هست، تقریبا دیگه در هیچ فرودگاهی در دنیا استفاده نمی شود، باید با اون تجهیزات برود در فرودگاه سخت یاسوج با اون همه عوارض زمینی و آب و هوا بنشیند و این را هم خود خلبان ها در اختیارمون قرار دادن. دی ام ای اسوسییتد وید دی وی او آر چنل 112 نات اپریتینگ دیو تو پاور. این سند سندی است که صافا یعنی سیفتی آدیت آف فارین ایرکرافتس، یعنی کنترل ایمنی پروازهای هواپیماهای خارجی، یعنی یک مجموعه میاد ایمنی پروازها رو کنترل میکنه و گزارش میده هم به ایکائو هم به شرکت‌های هواپیمایی که استاندارد ایمنیتون انقدره. براتون میخونم رتبه های شرکت های ایرانی که در ایمنی پرواز به دست آوردند. بین 744 شرکت رتبه 8 در بین بدترین شرکت ها، یکی از شرکت های هواپیمایی مونه. یکی از شرکت هامون رتبهش 27ه، یکی دیگه 30ه، اون یکی 38ه. دقت کنید بین 744 تا شرکت رتبه ایمنی 8، یعنی نزدیک به افتضاح. یکیمون 44ه، 83، 94. یکی از شرکت هامون 579ه، یعنی داره به شرکت های ایمن نزدیک می شود. بگیم چرا ELT Emergency Locator Transmitter که یک دستگاه یه وقتی هواپیما آسیب ببینه به یه جای برخورد بکنه فرکانس میده 406 مگاهرتز و ماهواره ها رصد میکنن میگن آقا هواپیما فلانجا سقوط کرده. واقعا ELT هواپیمایی که سقوط کرد مسئولان میگن که باتریش فعال بوده، ایشالله که آبونمانش هم پرداخت کردن، چون یه آبونمانی باید پرداخت بشه که اون شرکت هایی که با ماهواره ها رصد میکنن رصد کنن بگن هواپیما اونجاست. ما باید هم مقممون روی این باشه که چرا ELT هواپیمایی که سقوط کرده و جزو الزامات ایکائو هست که حتی دو تا ELT، نه یه ELT، یه ELT دستی که اگر هواپیما سقوط کرد خلبان سالم بود ELT رو ببره در محوطه روشنش بکنه. یه ELT دستی داره، یه ELT هم در دم هواپیماست. چرا هیچ کدومشون فعال نیست؟ اصلا بودن داخل هواپیما که میگن بوده، باتری ها شارژ بوده میگن بوده، آبونمانش پرداخت شده میگن پرداخت شده، پس چرا کار نکرده؟ ضربه محکم میده. به ما بگن چرا پول کافی، بودجه کافی برای تجهیزات ناوبری در فرودگاه هامون خرج نمی کنند. فرض کنید ناوگان هوایی ما نوسازی بشه، خب خیلی